دانشگاه رازیه. و خب متاسفانه دانشگاه در یک جای خیلی پرتی از شهر واقع شد. البته دانشگاه ملی باز جای دیگه هم داره، ولی خب الان اصلی ترین دانشگاه اینه. این خیابونی که الان من شما رو آوردم، این بولوار ما رو میتونه وصل بکنه به کمربندی اون ور شهر که ما رو میتونه از میدون فردوسی که حالا ویدئوش رو گرفتم و تبدیلش کردم به میدون فرودگاه، یا از فرودگاه به فردوسی برسونه. این خیابون اگر لاین مخالف شما ادامه بدید و با من همراه باشید. یک بیمارستان رو ما در این مسیر داریم که امیدوارم هیچکس مسیرش به بیمارستانش وقت نیفته. به نام بیمارستان امام رضا. عرض کردم امیدوارم هیچکی مسیرش، من همیشه اینو میگم که امیدوارم هیچکی مسیرش به دادگاه و بیمارستان هیچ وقت نیفته. اون دو تا جاییست که واقعا آزاردهنده است. حالا شاید شما فکر کنید که دیگه تموم شد، اینجا آخرشه، ولی نه، باز ادامه داره.
خب ما اومدیم به جاده سنندج ولی اون بر کار نداریم، ما میخواییم برگردیم دوباره. این یک قسمتی بود که خواستم شما ببینید و الان ما میخواییم بریم به میبینه من راه نمام. البته من توقعم از مردم شاید زیاده، توجه داریم هر حال از هر کسی بایستی به اندازه خودش توقع داشت.
مناطقی که الان هستیم، منطقه های شهرک معلم، تعاون، حافظ، البته این میدون حافظ تا اونجایی که ذهنم یاری بکنه میگم خدمتتون، و به هر حال اینجاها جاهایی هست که شاید برای بعضی ها دیدنش جالب باشه. کرمانشاه، منطقه به نام تهاب، شهره که به نام تهاب، بریم با هم دیگه ببینیم چه خبر. این قسمت دیگه الان تاون تقریبا داره تموم میشه، خیابون اصلیش البته خب چپ و راست کوچه پس کوچه های زیادی داره، داره تموم میشه و اون جاده رو حالا من بعدا بهتون نشون میدم، جاده ای که در انتهای تصویر خواهید دید، که اونجا به سمت یکی از کمربندی ها ما حرکت میکنیم، ولی میخوام دور بزنم که باز تاون رو ببینید، اونورش هم ببینید که ببینیم چه خبره. آقا دستش موبایل و در حال حرکت و به هر حال میان، هی میان، یا خدا این چی بود، چاله بود.
خیابون رودکی هست و خب همه جا سیب زمینی و خیلی جالبه. به فاصله 100 متر 200 متر سه تا قیمت متفاوت از سیب زمینی دیدم.